سلام به سراچه خوش آمدین. شخص سوم خط استاد را به یک پادشاه رسانید، $1,000,000 گرفت، اما خودش هیچ. بیش از 30 نمایشگاه خط برگزار کردند. برنده جایزه اول موزیم بیت القرآن، خط نویس اماکن اسلامی و یک شخصیت رفیق باز مهمان امشب برنامه سراچه است، استاد محفوظ سیدخیلی. بفرمایید استاد، بخیر آمدین. بفرمایید. استاد خوشحال هستیم شما به برنامه سراچه آمدین. زنده باشید. و من مشتاق دیدار شما بودم، همچنین دوستایی که شما را میبینن در برنامه امشب و خطای بسیار زیبایی که ست برنامه سراچه را هنوز مقبولتر کردن. بسیار خوش آمدین. زنده باشین بطن. انشالله که خوب باشین. زنده باشین. کمره خدمت شما. توی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک، پناه بلندی و پستی توی، همه نیستن آنچه هستی توی. بسم الله الرحمن الرحیم. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. به نام خدایی که قلم را آفرید و به انسان عطا کرد تا به وسیله و یاد از نعمت او کند و مردمان را به سوی حق، عدالت، راستی و نیکوکاری دعوت نماید. و درود به پایان به پیغمبر صلی الله علیه و سلام و یاران و اصحابش باد. سلام بینندگان محترم تلویزیون که در داخل و خارج کشور ما را میبینین، به خدمت تک تک شما سلام تقدیم میکنم و یک سلام دیگه به دستاندرکاران تلویزیون طلوع و یک سلام خاص به گرداننده موفق استاد شمس که پیشتی ما قرار دادن. اوقات شما خوش و روزه و نماز همه مسلمانان جهان است و امامتانان ما در کنارش قبول درگاه حق و امیدوار هستم روزای خوشی دیده هم سپری کرده باشن. بخیر باشین. بسیار تشکر. بخیر باشین. استاد ما معمولی برنامه ای است که از تولد و سالهای اول میمار ما شروع میکنیم، اما ای بار بیاین اول از خطایتان شروع کنیم. از کدامش میخواین شروع کنین؟ اصلا ما میخواییم پیش از رو بپرسم، خط براتان میراث مانده از پدر یا خودتان یاد گرفتین؟ خط نه، شوقی یاد گرفتیم. از طفولیت به خط علاقه داشتم و ما یک خاطره یادم است که صنف پنج مکتب بودم، یک کتاب داشتیم به نام کمی قصه نجار بشنم، از نوع قصه نجار را میکند. آغاز نشته بود یک نظم، من یک قلمه که نوکش مشق کرده بودم در پولی نظم، یک تمام نشته کردم نظم. خب و برادرم که دکتر بود در خان گفت نظم نظم. آها. من خنده کردم گفتم یکی که من نشته کردم. هیچ فرق نمیکرد. بازی گفت اگه تو نشته کردیم با 20 روپیه، وقتا 20 روپیه سر پیسه بود. باز که نشته کردم باز 20 روپیه برای جایزه داد. همین خاطر اولم از اونجا داشتم من یادم است. باز بعدا خط بسیار به اماتورم شروع کردیم و در خاتمه باز خطی که در دنیا بوده و خطاتایی که در دنیا بوده، کسی که آغاز بکنه یک کاری باز خداوند امکانات زمینه رو برش مساعد میکنه. یعنی انواع خطایی که دست خطاتای بسیار مشهور دنیا بوده به ما رسیده و از اونها استفاده کردیم تا که اینجا رسید. بسیار خوب. امروز خط براتان زندگی است، مسلک است یا چی چیز است؟ بله، به ما خط زندگی است، مسلک است، عشق ماست و یعنی کمی زندگی کردیم. این وقت هم چیزی می نویسین، تازه طرح میکنین؟ بله همیال می نویسین. کسی هم براتون پیشنهاد میکنه میخوای از اون چیزی برام بنویسین؟ درس میتین، تدریس میکنین پس خطا آموزش میتین؟ 20 سال مکمل در گولوی سینمای خیرخانه کورس داشتم، شاگردای بسیار فراوانی رو تربیت کردیم، بسیار زیاد، هر کدام شغل خطات نامی کشور ما هستن. و دیگه وقتا تن حال تابلو نویسی میگم در خانه هستم، خطای مثل یک شما میبینید اینا به تابلو آماده میکنم و امیدوار هستم که روزی بتونیم میره چاپ کنیم، در یک کتاب جمع آوری کنیم که نسلای بعدی حتماً استفاده حتما بکنم. میشه. خیلی عالی است استاد، خیلی عالی، هر کدامش فوق العاده عالی است و من که بسیار خطا بلد نیستم حتی نمیتونم توصیف کنم که اینا از کدام نوع چطورش. چند تا عکس میبینیم با هم استاد مورد تبصره بکنین، عکسایی که از خطهای شما هست. بله. انواع خط هم با ما بگوین که در حدی که بیننده ما بتونن بفهمن. بله. اگر بسیار مسلکی تر صحبت کنین باز شاید نتونن بگیرن. همکارا لطف کنین بیارین همین عکس ها را که داریم از تابلوهای استاد. این استاد، این خب جمالت آفتاب هر نظر باد. بله، شعر حافظ است به خط نستعلیق و این خط چه وقت نوشتین؟ تهذیب سال 68-67 نوشته شده، تهذیبش از طلا است. خب از طلا نوشته شده و این هم به معاون رئیس جمهور وقت تحفه داده شده به زمان همون زمان. بسیار خوب، بسیار خوب. خب تابلوی بعدی رو میبینیم؟ تابلوی بعدی خط سلس است. این نافتحنا لکه فتح مبینا، این یک طرح چهار بار نوشته شده طرف
و یک دیزاین بسیار خوب آمد. بالاخره باید یک دوست ما که محمد اکبر دفتری نام داره تذیبش بکرده. خب بسیار خوب، بسیار خوب. اینا رو من کلش سوال دارم استاد. خب میبینیم دیگه شن؟ بله امی یکی است استاد نه؟ این خط دیوانی است. خب خط دیوانی اختراع ترکا است و ای از لازه همو پر بودن ایگه پا بسیار یک شکل خاص وقتی نشته میکنم یک دیزاین خاص داره و قد در کشور ما معطول که از غیر به جواب حساب تفنان اگر نشته شود تو به حساب سین نشته نمیشه. خب همین تابلوز بنیم چی آیاتی که نوشتین کدام است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. سوره اخلاص. سوره اخلاص است درست. و الله خود آیه الله به خط ثلث. آه درست، بله خط دیوانی. بعدی رو میبینیم یوم خط ثلث است. یوم خط ثلث، خط ثلث است. خب یک نمونه دیگه هم بود، هم کارا لطف کنه نمونه بیارین، بسیار پیچیده بود. این چی است استاد؟ کدام خط است؟ خط جالب است و از این بسیار خاطرم دارم. ما زمان رئیس بخش خطاطی مینیاتوری دفتر فیروسکو بودم. خب این نوشته کردیم بسم الله و چارخول است و در اون زمان باز یک خاطره دیگه دارم که یک کانادایی فرمایش داد که میره برای ما نوشته کنی چند. خب بالاخره گفت $300 میتونی نوشته کنی. باز دو دانه گفت برای ما نوشته کن. همو شب که آمدم بعد از اینکه 8 بجه نان رفتم تا 11 بشه دو دونه از این نشته کردم. دو دونه نشته کردم. به من صورت خطاطا می کنم. کدام خط از اصلا؟ این خط کوفی معقلی میگن که نما یک دل نما تشکیل میده. خب 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 عجب پیچیده است، نمی فهمم بخونم. خب بعدی رو ببینیم. این تابلوی است که در نمایشگاه بحرین در صدر همه تابلوهای دنیا بود. این 8-9 خط است. عجب. و این طرف راستش که میبینید خصوری قلیاس در متنش امید داریم شو استاد نه ولی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. بله دس پوینش الحمد به خط دیوانی، در زیرش بار دیگه ان الله و ملائکته به خط نستعلیق. چند خط؟ 8-9 خط است. 8-9 خط در یک بسم الله بار دیگه به خط ثلث هم تقری نشته شده. در پوینش خط نسخ و دی گوشش محمد رسول الله به خط کوفی. بله و این بسیار جالب بود. نمایشگاه بحرین حتی این پادشاه های بحرین پرنس چارلز هر کسی میامد در گوشه میستاد میشد عکس یادگاری میگرفتن. خب اینا رو کلش صحبت خود کردیم. یک نمونه دیگه هم داریم فکر میکنم. این هم خط دیوانی. بسم الله الرحمن الرحیم. این خط دیوانی معقلی بسیار زیبا. در آغاز یک از دیگه نشته کرده بود نصفیره. خب ما که در فیروسکو بودیم نشته کردیم، باز یک کسی $1000 خرید، باز بعدا سرش فکر کرد معکوس نشته کردم یک شکل دیگه داد داخلش بسم الله نشته کردم بسیار زیبا و یه در چند مسجد هم در سنگان نشته کردم بسیار رنگ نمای مقبول آمده. بله درست. مثل یه است که در نیمهش آینه مانده باشین. آمده شده. خب یه فکر میکنم یکی دیگه هم هست. بله کل من علیه فان خط نستعلیق است. خط نستعلیق است. هنرش دیگه است که در اینجا همین کاسه های نیونه میبینید در یک ردیف قرار بگر چنی بار اول استاد امیرخانی استاد بسیار زبردست ایران نشته کرده بود با یک تفاوت که یک چهار کاسیش با این یک کاسه دیگه بالا برده دام ما شما هر چهار شده یک پنج دیگه چیز آوردن. بله خب 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 استاد ناله نمونه را که دیدیم 8 نمونه بسیار فوق العاده که بعضیش اینجا هست. بله. که دوستان میتونن ببینن و در ذهن بیننده ما هم حتما سوالات دیگه بهت مطرح هست. طرحهایی که برای این خطا می داشته باشین چطور برتون می مسته که بر شاعر الهام میشه شعر شما درست؟ واقعا ما وقتی که زیاد در ساله ابتدایی کار خودم مثلا خط نکردم خطای دیگری می دیدم که هر کس هر طرح می کرد از من نمی آمد همه تو عادی نشته می کردم. باستایی که یک شب حضرت عیسی علیه السلام خواب دیدم. خب خواب دیدم که اونا هستن. ما که به اونا مشکل خواهد میگم میگم من خط میکنم خطم شاید بسیار مقبولم باشه اما طرح و دیزاین یاد ندارم و او برای ما اجازه داد گفت از این پس نشته که میایه و همیست که اگر من یک بسم الله را 1000 قسم نشته کنم به من کنم مشکل نیست از اون بطوری با بعد این استادی دیگه و برکت هم داره برکت داره. خب استاد صحبت خود کردیم اما فکر میکنم نوبت وقفه است. پس از یک وقفه کوتاه با ما باشه ادامه میتونم باشه. بسیار خوش آمدین. ادامه برنامه سراچه است. استاد یک شوخی است میگن آقای ننگرهاری را پرسان کرده بودن که در کجا تولد شدین. شما استاد سید خیلی کجا تولد شدین؟ استاد سید خیلی در سید خیلی تولد شدین.
کدام سال تولد شدی؟ ولسوالی سیدخیل قریه آقتاش، ولسوالی ولایت پروان، در سال 1338 دمی آغاز سال تولد شدیم. بله. خب چند ساله میشین؟ 63 ساله. 63 ساله. خوب گذشته؟ خوب گذشته. 63 سال خوب گذشته. راضی هستیم ولی. خب سال اول چطور؟ سال اولم در طفولیت منطقه بودیم، باز تا صنف 9 مکتب اونجا خواندیم، بعد از اون باز کابل آمدیم. از دوران سالای 5 سالگی و 7 و 10 سالگی چیزای بیاتون می خوب بوده؟ بسیار خوب بود. خدم با اطراف زندگی می کردم. خانواده چیکارا بود؟ وزیر بودن یا پادشاه؟ من برادر خردشان ما بودم، کوچکترین فامیل ما بودم. خب. من زیاد ناز می دادم، پدرم من زیاد دوست داشت. نمیتونم چی کار گذاشتم. چند عضو فامیل؟ 5 برادر داشتم، 2 خواهر. خب. خردشان ما بودم. خرد هم با شما هست. خرد هم ما بودیم. خب بسیار خوب. و چی استعدادهای اولی که داشتین؟ یکیش خط بوده. خودتان چه فهمیدین هستن که میتونین خطات شوین؟ امون نوشته نظم یا پیش امون نوشته نظم گفتم براتون. ما در آغازم در صنف اول دو که رفتیم از دست شاگرده از همسن خود که در بسار پیش شدیم و همچنان در مسجد هم که درس میخوانیم و یادم هست که در زمان یک مولای نو در مسجد محمد یعنی کل شاگرده را سر درس سبق آورد. در همزمان کل ما شروع کردیم، دیگه شاگردان دیگه همسنای ما هنوز از ما که بزرگا هم دن 5 سوره بودن که ما 5 سوره رو خواندم، قرآن شریف هم خواندم، 5 کتاب هم خواندم، خلاصه و مونده دیگه رسیدیم که هنوز موجه بودن بسه با سرعت پیش میرفت. خب خوب یاد میگرفتیم، زود یاد میگرفتیم. باز دوران مکتب هم که خطاطی میکردین خاطره خوب دارین ازش؟ بله. خاطره بدم داره براتون؟ نه ولی زیاد کار میکردیم و تا صنف نو تشویق میشدیم. بله تا صنف نو قدر کار نکردیم. خب اطراف ها بودیم بخاطر چیز کار نکردیم و در مکتب هم تا صنف نو نمیستم بودم تا 4 و 5 ششم نوره بودم و بعد صنف 10 شدیم دیگه باز که اول نمره گیری کس از من نگرفت تا که فارغ شدیم. خب بعد تحصیلات عالی چی؟ چی خواندی؟ تحصیلات عالی رشته زبان ادبیات دری خواندم. در پانتون کابل؟ بله در پانتون تعلیم تربیه. تعلیم تربیه. کدام سال فارغ شدیم؟ سال 75 76 باشه. 76 فروش شده. بسیار خوب. متواتر بعد مطابق به رشته که خواندین رفتین سر کار و وظیفه؟ نه ما معلم بودم داخل خدمت خونده بود. خب معلم بودین. و معلمی چطوری که حس داره کسی که باز خطات باشه خب دو مرتبه خود معلم احساس میکنه؟ والا من در مسلک خود چون اول مضمون خطاطی رو درس میدادم بسیار موفقانه دست وارد سنف شدم و وقتی ما در مکتب سید ناصری برای اولین دفعه معلم شد سال 68 بود یک انقلاب اونجا شد. همین کل مضامین خط برای ما دادن. تا اون زمان خط یک مضمون زمینی بود دیگر، برای استاد میان دو مضمون سه مضمون دو ساعت که پیش بره. ما کمان تمام مضامین خط برای خود گرفتم و یک انقلاب کردم اونجا. واقعا سید خیلی باز نام بوده پولیش، باز کورس هم دایر کردم تقریبا 20 سال بسیار شاگردات تربیت کردیم. خط دم آسمان ها رسانده بین شاگردات. فعلا در وزارت معرفش تو ارزیابی میکنن خط در نصاب ما جای مهم داره؟ نه فعلا نداره و کسی مسلکی هم نیست که تدریس بکنه. خب یک دلیلش خود تدریس چیست؟ یک دلیلش چیست که امونگاه هم بایی زیاد مهم نبوده؟ من سال اول سال 68 بود دو جلد کتاب راهنما برای مکاتب نشته کردم. باز هم بعد آمدن مجاهدین کشد اونا رو کلش اونا دردن پاکت ساختن و یک 40,064 بار آمد این مکاتب توزیع شد دیگاهش کلش پاکت ساخته شد و سوختانده شد و بعد هم که کار کرده ولی کسی نیست مسلکی سرش کار کنه. اگه معلم هایی هم که درس میده خودش نمیفهمه اصلا چی درس بده، یه مشکل داریم. درست اصلا فکر نمی کنه کمپیوتر بازار نوشته قلمی رو خراب میکنه؟ کردن درست آه. ولی ارزش خود داره اصلا؟ ارزش کار دستی کار دست کار خود داره ولی ما در آغاز چون لوانویسی داشتم کورس خطاطی داشتم یک لوی که ما یک لوی دکتر نشته میکنیم فرضاً با 3000 4000 امروز هم رو با 200 چاپ میکنم. خیلی راحت. این تأثیر دنیای تکنولوژی بر سنت و زندگی فرهنگی محلات است. درست است. خدم از اون هنر قربانی است به یک منو. خیلی کمیاب خواهد شد. امیانم کمیاب است. درست؟ و بهترین تشویقی که شدین در خط کدام وقت بودن؟ والا در هر زمان بزرگا توجه میکنن. مثلا در زمان مجاهدین ما باید دارم که انجینر احمد شاه مزهی معاون رئیس جمهور بود. ما در مکتب سید ناصری معلم بودم. او کامت یک نمایشگاه دایر کردیم. این خطای ما را که بسیار گفت ما تو خط هیچ دمی دنیا ندیدیم. قلم اگر گفت بطه چی بتیم؟ چی جایزه بتیم؟ یک وزیر صدا کرد گفت یک 5-6 میلیون رباس بتش خرج کنه. او بسیار هم خرابات بتیم. جای پیسه میگرد می. باز یک وزیر دیگه صدا کرد صاحب یک نمره زمین بتش. دمی خیر خانه. گفت زمین سیست. یک نمره زمین طور فوق العاده
در خیرخانه برای من نشته کردن، با حضور کسی گفت میته کسی نمیته، کسی گفت امیر ورقت چند میدی؟ گفتم 20 لک. گفت ما دلک همه نمیتمت ورقت میرم، اگر چلید زمین کشیدن دلک دگام میتمت و اگر نه همیتون. گفتم سعیست دلک به من داد خوبه مقابل رفت دلک فروخته دلک گرفتم. باز این نفر پشاور رفت تا که پس ما تو کمه سخوت کرد از ما مانده. ولی پشتر گفتن که در اونجا و بعدا هر کسی که آمده واقعا بزرگات توجه میکن و بزرگترین خاطره ما در موزیم بیت القرآن در کشور بحرین است که اونجا واقعا نمی هنر افغانستان دست جهانیان کشاندیم، دیدن اونجا که از کل کشورها مراجعه کرد و خطاطای بیتنی خطاطایشون و سالونای بس بر هر کشور یک سالون خاص گرفته شده بود و اونجا می رئیس فیروزکوی ما که دو سالون گرفت اول و آخرش $50,000 در اون مصرف کرد. خب و هر کسی که می اومد سالون افغانستان شروع میکرد باز در کشورها میره میره با در سالون آخر بار دیگه خطای ما بود. باز در اونجا سعی کردیم واقعا که سید خیلی دیگه در اون زمان میدیه های دنیا تلویزیون های دنیا غیر سید خیلی دیگه سنده بود، یعنی کل دنیا سعی میکردی این سال 2007 میگه 2000 اولی هم واقعا کنا خوب زد تشویق هم در قسمت ای که بازو رئیس ما که پادشاه بحرین رفت گپ زد که در کشور هم نام نمایشگار هم مانده بودن انگ فرام اشیز، رنگ از میان خاکستر. خب در کشوری که حالت ما خواستیم این تیاگون در خطاطی رو زنده کنیم، شما چی میکنین؟ با از نام یک ده میلیون درهم تقریبا 27 میلیون دلار میشه از اونها گرفتن و یک تابلوی مرا که همیشه پیشتر بود و این یک آدول دزی نشته است ایره از اون طریق به پادشاه کویت دادن $1 میلیون دلار برو و مرا خیر از یک هفته دبی تفریح روان کرد. سهم واقعی هنرمند دانشمند افغانستان. بله خب آفرین از این مردمایی که هیچ شکایت نکردن. نمی از شکایت نه به اینکه صدا داشته قربانی افغانستان. همین فعلا نوار حکومتی که اومد اگه ما پیش وزیر اطلاعات فرنگش بس نمی می درایت ندادیم ذوق نداره. آفرین شما خوشم اومد گفتم تو میخوریم تو نوش جانتون. استعداد چقدر داره به خدا نمره میدین آقا نمره میدین آفرین. خب پیش از این من نپرسیدم اصلا که چطور یاد گرفتین خودتان خطاطی رو تو شوقی یاد گرفتم. اصلا یک دو زمان یک سنفی ما اسدالله احمد نام داره فعلا در لندن است یادش بخیر او یاد داشت ما طرف میدیم خوشم اومد که ما نشته کنم. باز دو زمان از این خطات مشهور افقلیمی کشور ما از دین و کلیف و فرزایی از کتاب های زیاد استفاده کردم تا یک زمانی با پسانا دیدم که این هم قنات ما را فرام نمی کنه. باز ما در خط سلس حامد الامیدی یک خطات ترکیست واقعا دیدم کل اگه میشناسه که به حق استاد دراست هم هست و این الگوی ما در خط سلسوس استاد و کلیپ و پلزایی؟ نه نه حامد الامیدی. حامد الامیدی و در خط نستعلیق امیرخانی از ایران است که واقعا دیگه انقلاب یعنی خط نستعلیق به منتهایش رسانیده. و از این دو تا بعد از آهسته آهسته آلما خط خود میکنیم ولی از اونا زیاد بهره آوردیم. درست سهم تاریخی افغانستان هم در خط هست درست؟ بله افغانستان هم در پالی کشورهای دیگه اینطوری که دین مشترک داریم با عرب و تو فرهنگ مشترک داریم اونا اگر 6 نو خط اونا اختراع کردن در زمان تیموریان هرات 3 نو خط اینجا اختراع شد. کدام هاست؟ تعلیق، نستعلیق و شکست. از هرات مرکز تمدن عزیز به سوی جهان اسلام رفت و بعدها باز خط دیوانی که پیشتر این قلوه لوحت که شما دیدن سر بالا نشته شده این باز ترکای عثمانی اختراع کرد. این در مجموع اقلام خطوط اسلامی به 8 دسته تقسیم میشه و به نظر ما که غیر مسلکی هستیم هم نستعلیق زیباترین خط است. زیباترین خط بله هم خود در مجموع خط اونمون خط است که صفتش ایست که آسان نوشته شوه آسان خوانده شوه و زیبایی منظر که زیبا باشه. حالا از لحاظ آسانی و خوانش آسان خط نسخ است. من بخاطر منسوخ خطای دیگه در نوشتن قرآن عظیم شان شد خط نسخ بسیار آسان است نوشتنش هم آسان است یادگیریش هم و خواندنشون برای کشورهای غیر عرب که عجم باشن و آسان میخوانن و از میان یا با ظریفترین و زیباترینش همین نستعلیق است. نستعلیق است خب به هر حال خط میگه جهان چون خط و خال و چشم ابروست که هر چیزی به جای خیش نگوست. همونطور است جای میشه که مسجد نوشته میگن خط کوفی
اکثر ماسترز دیگنوستیک کردیم اون خط کوفی است کل مردم رو خوش میکنه جایی میشه که خط سلس یعنی هر خط جای خود داره ولی آیه های قرآن در مساجد که نمیشه به خط سلس خیلی زیبا میه سلس هم میه ما خط کوفی هم زیاد خط کوفی یعنی به ما رسید اکثر مساجد شهر کابل چه منشته نمیشه شما نوشته درست درست خب از حامی برنامه ما تشکر میکنیم هپی ماسیو انرژی درینک انرژی برای تغییر در این قسمت فکر میکنم نوبت وقفه است و از استاد اجازه میخواییم که پس از وقفه ادامه بتیم صحبت هایم با ما باشین پس از وقفه کوتاه. خوش آمدیم ادامه برنامه سراچه است. استاد سلخیلی من میخواییم بپرسم که اصلا وقتی مسابقه خط برگزار میشه چطور میباشه این مسابقه هستن؟ اونجا نوشته میکنین؟ خطایتان رو میبرین؟ چطور ثابت میشه که خط از خود یک نویسنده است؟ و در ضمن داورا کی میباشن؟ خب در کشور ما از زمان دکتر نجیب به بعد که در اون زمان هر سال به مناسبت جشن استقلال یک نمایشگاهی در بخش مسابقه در بخش شعر، موسیقی، خطاطی، نقاشی، مینیاتوری در هر بخش میبود با استادای عمو بخشا داوری میکردن سه نفر هر کس جایزه میدادن. باز از زمان مجاهدین به بعد زمان اشرف غنی و کرزی تو این میاد این گپا به خیلی به باد فراموشی سپرده شد کسی یادی از اون نکرد. در اون زمان ما یک دو سه مرتبه جایزه اول از سطح کشور گرفته بودم و بعد از اون باز چند سال داور مسابقات هم خودم بودم ولی گپا نیست متاسفانه. خب و اکثرا اول که خط میکنیم در بحرین اکمارات مکس خطای خودم میبرن. خب خطای خودم میبرن میمانن و باز اگر در فاینال کسی شک بر شود مستقیما نمونه فر میخویم در نظر مانشته میکنه که ببینیم واقعا خط از می است یا میتونه یعنی. خب میاره ارزیابی چی است اصلا؟ همین خط چند میار داره. یکی از لحاظ همین اصول قواعد خط هم اندام خودروف در خطا رو درست نشته کرده دیگر نشست دمی کرسی به خط کرسی برابر است باز همین حسن همجواری یک خط با خط دیگر چطور سازش کنه بشینه این کل گپایش در نظر گرفت. انتخاب چیزی که نوشته میکنیم بس خودتان است. وای تو میشه. هر چی میتونه میشه آزاد هم باشه میتونه یک شعر انتخاب شه یک آیه انتخاب شه کلی روش کار کنه. و این بسیار کم است از کشور ما کسی کار نکرده. بسیار کم شده. حالا چند سال است که سقوط کرده میگم. همین پروسه بیخی معطل است. بله. و اونجا چیزی نوشتین شما در مسابقه 2007 یا نه؟ نه از اینجا که خطای خود برده بودم. باز اونجا قبل از اینکه صبح نمایشگاه شه کل می خطاتای از کشور دنیا آمده بودن. باز یک خطات از بحرین بود نامش محمود الملا تخلص میکرد. باز اون تابلو را که دید به من عربی خیست گفت ما که میبینم گفت ال اخی الفاضل چطور عربی گفت من محفوظ سید خیلی که من میبینم از بین کل ما خطایش بالاتر است و من میگم که می جایزه اول می بگیره و اگر کسی موافق نیست لطفا در میزم فاینال بیا دفاع کن از موقف خود. باز کلی که تصمیم چک کنست تصمیم شد باز در روز فاینال غیر از ما دیگه کردیم میز چیز نماندن میز فاینال به خودم تصویر شما واسه بسگه لازم شما میتونیم میبینیم سر تصویر رو با گام میزنیم تصویر رو همین دمی نوبت میبینیم حتما بلیم. و خب این جالب است که شما مقام اول برنده شدین فقط یک لوح تقدیر برتون دادن اما درست یه چیز دیگه هم بود لوح تقدیر دادن کدام پاکتک نداشت نه نه والا فقط اون یه خرچی در دبی یک هفته تفریح بود اونجا دیگه چیزی نبود. خب شما بعضی از تابلوها را $1,000 و $2,000 رو نشته میکنین ها؟ از اون نظر خوب از دلار دارین؟ نه دم فیرسکو که بودیم در هر روز هفته 10 تا 5 تا شد به هر کس به فروش می از $1,000 تا قدر. خب ولی در کشور ما این استثنا یک چند روز پیش یکی از تجارای ملی در دبی بود یک نماینده خیلی اینجا سر نجیب روان که در خانه ما خطا رسای کرد یکی خوش کرد می تابلو اینجا بود خوش کرد تو یک کنشته کنی چند بودم پایین نشته بود $2,000 افغانی بازی که نیم $50,000 افغانی میتونم تمرین رو شکل این اولین دفعه است که یک انسان خیر یک انسان تجار ما اینم به خاطر من که هنرمنده ما تشویق شد دیگه اصلا این ذهنیت نه پیش حکومت دارای ما نه پیش تجار ما و خوب است که از این طرف ببینیم ما نمی خط خود نشان بدیم اگر کسی با احساس پیدا شود این ما خطایی داریم در سطح دنیا نشان بدیم این پرستیج فرنگی کشور ما رو بسیار بالا میبره شما خطای ما رو ببینید واقعا این بسیار جالب است ولی هیچ کسی اینطور نیست یعنی ما از این طرف پیشنهاد میکنیم بسر بزرگای دولت بسر تجارای ملی هر کسی که باشه و هر جای زمینه ساخته بدن نمایشگاه داری کنیم در کشورهای عربی در جایی که باشه ما آماده هستیم. اوکی اوکی خب تشکر استاد اگر موافق باشین عکس‌ها رو ببینیم چند تا عکس ببینیم و تبصره کنیم.
خب عکس اول بیارین دوستان. بله اینجا هم با یک تابلوی کلان هستین. اینجا کجا هست استاد؟ کدام سال؟ تابلوی است که به خط نستعلیق تقریبا یک 10 سال پیش از تمیم صاحبان زیارت تمیم صاحبان سال است. 10 سال پیش هم ریش شما سفید بود؟ والا سابق رنگ میکردم رنگ قطع کردم یادم سفید شد. خب تمیم صاحبان سال است. تمیم صاحبان سال است. اون نشته کردن بسیار زیبا اونجا همیشه میمانه دیگه یک یادگار است که از بین یک نماندگی از فرهنگ کشور ما بکنه. بله بسیار خوب. عکس بعدی رو بیارین دوستا. اینه بیشتر که گفتیم خب. این فاینال مسابقات است خب. ما هستم اون روبروی چاق کس وزیر خارجه بحرین است پاریس دکتر ترجمان ما بود و این طرف پادشاهش است پادشاه کل کابینه بحرین است بحرین درست بسیار خوب. عکس بعدی بله استاد. این زمان ما در فیروسکو بودیم یک نمایشگاه در باغ بابر داشتیم در خب. پولیم استاد کوچیز در پاریس رئیس موزیم است اون همکار خارجی سرکسی کسی دیگه استاد فرهاد رئیس فاکولته هنر. بسیار خوب بسیار خوب استاد. در مورد رفاقاتایتون صحبت خود کردیم بله. اما اگر موافق باشین وقفه میگیریم می. که دوستای ما منتظر باشن پس از یک وقفه کوتاه با ما باشن. بسیار خوش آمدین بسیار خوش آمدین ادامه برنامه شما. استاد چند نفر رفیق خوب دارین؟ والا ایسایش نمیفهم ولی زیاد دارم زیاد دارم. زیاد دارم و در راست کلش کسی هست که می امروزم همراه ما آمده استاد عبدالمتین مسرور که پدر اینام یک شاعر بزرگ سرزمین کوهستان است. استاد سلام خوش آمده. معاون مکتب 500 فامیلی بود تا تقاعد گرفته در خانه است. رفیق خاص ما میست. خب شما همیشه رفیق داشتین و آدمی که رفیق دوست است بسیار. بله بله یکی از صفاتتون است. بله بله واقعا متمم رفاقت رفیق داشتن خوب است. چرا نه رفیق حتی در روز قیامت یعنی برادر و فامیل به درد نمیخوره و اگر مثلا سلام میگه میگه دو نفر میارن با چنان اعزاز و اکرام که حتی پیغمبرا میگه خبته میخوان کی کیست نه شهید است نه پیغمبر است کیست با این پذیرایی رو میارن میگوین کسایی بودن که در دنیا به خاطر خدا با هم دوستی میکردن. بنان ما این یک سرمایه میدانیم و در روز قیامت عبدالله بن مسعود گفته بود دوستای خدا اگر مرا در جنت نیافتی گردنتان بسته که دوزخ به پالی مرا از دوزخ بکشه که رفیق حق رفیق ادا کرده میتونه که رفیق خود از دوزخ بکشه بیاره اگر ما در باین تان نبودم غم مرا بخوری. خب استاد یک شعرم حتما از شما میشنویم اما در 24 ساعت در روزا در هفته و روز چقدر وقت بر رفیقایتان دارین؟ چقدر وقت مجلس میکنین؟ قصه میکنین؟ والا از زمان کرونا آمده کم شده. کم شده خاص خاص و زیاد سابقه زیاد بود. خب آره اگر خود ماه رمضان آمد یعنی بخیر ماه رمضان که تیشه یک 5-6 روز دیگه یک روزی و شش روز شوال خاط گرفتیم بعد از انشالله پس دو مادر دوستای خود. بسیار خوب بسیار خوب انشالله که خوب و خوشحال و سالها زنده باشین که با هم رفیقانه پیش برین. شما که زبان و ادبیات خواندین خودتان شعر می نویسین استاد؟ والا شعر می گفتم در آغاز. یک رفیق ما وقتی اکادمیسین است جنبش صاحب بوده خانه ما آمد می یک شعر گفته بودم بسیار خوبشان بود در حالی که مرا گفت دیگه شعر نگوی. خب گفت چرا؟ گفت دو تر بزر در یک دست نگی. گفت اگر از تو استاد خلیلی جور شد خب شعر بود و حالی که خط دیجه رساندی یعنی وقتی که سر شعر مصرف نگی سر می خط دمیدیم خط قله شو که کس پیش بریم تو و همونطور هم شده دیگه گپ همون رو گرفتم باز شعر باز نگفتم آقا بله خب و با شعر علاقه دارین دیگه حتما شعر میخوانیم بله هم حتی اگه میگه شعر خود خودمون میخوانم که یک خاطرام داره بفرمایید بخواهید. شعری بود که پسندت صورت است بگذر زمانی گذر از صورت هر معنا پسندی خب تفکر کن تو بیدار شو از خواب که در ظرف نگنجد آتش و آب و خاطرش اینه که یک دخترم کار ما معلم بود شاگرد ما بود در کورس خطاطی بری برش شکل مشقی ویده پیش بوده اتفاقا باید یک کورس در انگلیسی میخوانه که یک انجینیر با انجینیر میخواست تیره بگیره با سعی کرده که چندان زیبا نیست اما کرکترها و اخلاق ادبش میبینه بسیار عالی باز همین شعر که میخوانه میگه والا بیا امیر میگیره و توافقشان شد
ما اتفاقا با تبریکش که رفتم گفتم چطور که آشنا شدی چطور گپ شد؟ امی قصه کرد که اینی شعر گفت ما رو با وصلت رسون. گفتم فهمیدی که شعر از کیست؟ گفت نه والا می خود داده بودی. گفتم یه شعر از خود استاد به ما یک شعر بدی یک نفر مثلا من رسون معلوم شد. بسیار خوب استاد، بسیار خوب، عالی بود، خیلی شعرتون عالی بود. بله خب بفرمایید میشنویم. خب یک غزل، غزل شماره 796 از دیوان مولاناست. خب این به خدمت شما میخوانم. خب از لحاظ شاید ما زیبا نخوانم، ولی از لحاظی که خوب پرمفهوم است خوشم آمد انتخاب کردم میخوانم. وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد، مرده آن تن که بدو مژده جانی نرسد. سیه آن روز که بی نور جمالت گذرد، هیچ از مطبخ تو کاسه و خانی نرسد. وای آن دل که ز عشق تو در آتش نرود، همچو زر خرد شود هیچ بکانی نرسد. سخن عشق چو بی درد بود بر ندهد، جز به گوش هوس و جز به زبانی نرسد. مریم دل نشود حامل انوار مسیح، تا امانت ز نهانی به نهانی نرسد. حس چو بیدار بود خواب نبیند هرگز، زیباترین شعر من بایدش امیست که مرا خوشم میازه. حس چو بیدار بود خواب نبیند هرگز، از جهان تا نرود دل به جهانی نرسد. به جهانی نرسد. خیلی عالی، بسیار عالی. از جهان تا نرود دل به جهانی نرسد. بفرمایید استاد تکمیلش میکنم؟ تکمیلش کنم، بس بر کنم. خب حتما در بخش بعدی هم بشتویم و سوالات دیگه هم که باقی مانده. فکر میکنم نوبت وقفه هستم، کارا درست است؟ بله، نوبت وقفه است. پس از وقفه کوتاه ادامه میتیم به قسمت آخر برنامه سمت با ما باشیم. خوش آمدین. ادامه برنامه سراسه در قسمت آخر هستیم. استاد خودتان ماندگارترین کارهایتان کدام کارهایتان میدانین؟ خب یکی نوشته های روی سنگ است که در اکثر زیارتگاه ها و مساجد نوشته کردیم که برای همیشه میمانه. بله مسجد ها است که مسجد های که نوجور میشه می گنبدی هاش نوشته کردیم. کتاب های خطاطی نوشته کردیم. تقریبا 4 جلد کتاب خطاطی نوشته کردم در مورد خط. اما اینکه پیشتر گفتین در رابطه با معارف یا غیر بود؟ غیر از 2 جلد دیگه هم نوشته کردیم. خب در مورد خط است. بله آموزش به نام نوازشگر چشمان است، یک 20 قطعه خط رنگی است و یکی مجموعه از 8 نو خطوط اسلامی به نام اجاز قلم. اجاز قلم رو نوشته کردیم. این کاری است که ماندگار میمونه و ان شاء الله آماده هستم 100 قطعه خط خود عالی اگر کدام کسی پیدا شوه که میره به چاپ برسونیم کار خوب شد. مثل کتاب؟ مثل کتاب. بله درست. چیزای دیگه هم ترخات کردین تا زیاد؟ ها بسیار کار چیزای زیادی هست که هست. بله چقدر وقت میدین هفته وار ماهانه؟ چقدر وقت مصروف میباشین چیزای نوکتر؟ در این ماه مبارک رمضان زیاد مصروف عبادات روزه ایگه پا شدیم. در غیر از او اینیمی فقط ما مصروفیت هم اینیمی خط هست. خط نباشه همون سلمان چیز زمان تیموری ببخشید زمان غزنویان یک شاعر بود به نام سلمان چطورگی در قلعه نای بندی بود در پشاور نامش یادم رفت. بازی گفت که در اوج 18 سال بندی شد میگه پیوند گردون مرا با درد و غم کشته بود، اگر پیوند جان من نشده نظم جان گزای جان نظم جان فضای اگه می شعر چه نبود میگه 18 سال بود و چیز علاقه داشت. مسعود صد سلمان بود. مسعود صد. بله تشکر از شما. مسعود صد سلمان هم گریزم فقط می ساعت تفریح ما خط است که خط کار کنم بسیار لذت میبرم از این. آها درست. خب استاد قبل از اینکه یک نوشته بکنین خودتان کدام بیت انتخاب میکنین یا من پیشنهاد کنم؟ درست از ما بشنوین، ما عاشق هستم. خیره باز نور اینجا یک شعری بگویم باز امت حرکاتی داشته باشه که از لحاظ چیز خب بتونه ته شامل شه. خب من پیشنهاد میکنم شما خود دستی اول بنویسید شعر خود نوشته بگیرید. آن یالا میتونن شعر خود نوشته کنین به خاطر من گفتم که میگیرم بازتان پس. خب میرم ببینم نشه کنم باشه 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 ما یک بیت نوشته میکنم که یه خاطرام دارم از زمانی که من رئیس بخش خطاطی مینیاتوری فیروسکو بودم. باز اونجا یک مسابقات برا انداختیم از کل خطاطای افغانستان و 12 بهترینش 4400 دلار جایزه دادیم و در آخر شما گفتین مسابقه چه قسمی باشه. باز من بوت قلم گرفتم 6 تا نوشته کردم گفتم یک نوشته قلم هر کدوم شما گفتم میشه که بیشی نوشته کن چی میگی. باز نور خب کاتگوری
ردیف بندی کردیم باز باید از این معلوم شد که کدامش در کدام سطح هست. یعنی بسیار خوب معلوم میشه. ولی مون رو میخوایم که میشه نشته کنم اگه اجازه شما بگن شما قبل از این درست است درست است من از پیشنهاد خود صرف نظر کردم. اما یک حس دیگه هم هست. فکر میکنین کدام شاگرد دادن جایتان رو گرفته میتونه میگیره؟ هستی تو که شاگرد پیدا میشه که جای استاد خود بگیره اصلا؟ والا علم بسوی پیشرفتت میشه. اما بیان که میشه سنایی سایی بخوانیم. سنایی سایی میگم ساعت بسیار میباید نشستن انتظار تا که در جوف صدف باران شود دره عدن. روزها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش صوفی را خرقه گردد یا هماری را رسن. هفته ها باید که تا یک پنبدانه از آب و گل شاهد را حله گردد یا شهید را کفن. ماه ها باید که تا از لطف حق پیدا شود عالم نیکوسیر یا شاعر شیرین سخن. سال ها باید که تا یک کودک پیدا شود بایزید در بخارا یا اویس در قرن. قرن ها باید که تا از لطف حق سر برزند عارف آتش نفس. اینجا یک شوخی کردم یا خوشنویسی همچون من ادامه دارم. بسیار عالیه. قرن ها باید یه شوخی کردم. هر خسی از رنگ گفتاری بدین راه کی رسد. درد باید مرد سوز و مرد باید گامزن. و بدرسم بگم کار هر خس نیست صاحب سینه را خنجر زدن. از 200 عاشق یکی بی باک می آید بیرون. و اما آخری گفت مایی که آخری گفت مایی که آخری فردی که تکرار می شود پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که آخرین خاتم پیغمبران است. ما دیگه نمیاد. ما رشته می چون ادبیات است. ما وقتی که دیدیم اشعار عارفانه را مولانا به کمالش رسان و اشعار عاشقانه را سعدی و بعد از او با تلفیق از اشعار شاعرانه و عارفانه حافظ از اندام کرد گفتن شاید دیگه غزل ختم شده باشه. دیدن که یک قرن بعد در قرن نو جامی صاحب از ایراد سر بالا کرد. و این یک دیدن آثارش گفتن آخرین خاتم شاعرها عرفانی شاید همین باشه. ولی باز دیدن که بعد از او بیدل از هندوستان سر زد صاحب تبریزی که به مراتب مقامش در شعری از او از اونها که بالاتر شد. در پلوش یکی آخوند محمد علی عطار یا خطات بسیار صوفی از ایراد بود. اینه گفتن خاتم الخطاتان ایراد که شاید یکی ستو نشه. و عمل دوستای ما در ایراد هست دو نفر که میبینید به مراتب از یک زیباتر نشته میکنن. خب یعنی قید نیست هر کس میتونه شوه. ولی تو شرایطون داره دیگه هر کس نمیشه دیگه. نه هر کس نمیشه. قرن ها باید من یادم هست. خب استاد یک چیزی بر ما بنویسین که تحفه برنامه سراچه باشه بگیریم ازتان. خود ما خستن نه هرچی استاد خواست خودش نشته میکنم. چیز هم بکنم که در ماه رمضان هیچ خط نکردیم. نگه خطات اگر یک روز خط نکنه خودش میفهمه که خط نکرده. اگر دو روز خط نکنه دوستای مسلکی میفهمه که از پیش خطا خوده. و اگر یک هفته کار نکنه کل عالم سرش میفهمه خطاتی نکرده. و یک مشت دست نکردیم و اولین دفعه خیلی فهمیده میشه از اونه. خب بعد از اینکه نوشتین باز توضیح میدین که چی مینویسین دیگه. خب یک مصره از شعر سعدی صاحب است که دستم بر نمی خیزد. اینمی به من کافیست دیگه سعیست. بسیار عالی است. خب یکان دفعه صدا می داشته باشه استاد نه؟ جان آه صدا بایی چون قاغذ های یک استکاک خاص می داشته باشه. این قاغذ های لشم است و خدشی نداره. آه بله در این مورد یک عدی شریف همه است که خدا پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که خداوند در مقابل صدای گردش قلم نه خطات یا دانشمند خداوند قصری در بهش برش امار میکنه. آی های چرا دیگه صدا رو شما برداشتین با این کاغذ های لشمتان؟ باید می بودم اونطور. عجب صدای خوبی صدایش بکشم. خیلی خوبش هست. آه درست شما هم خراستی گفتی زمانی کار کنیم چون؟ بله استاد من سالای 13 77 و 78 با استاد نوید کار میکردم. اما حال دیگه یاد کردنش هم خوب نیست پیش روی شما. خواهش میکنم و اگه کدام سوال کنین من جواب ندارم. از اون که دیر خدا بیارم سوال نمیکنم. خواهد دقل میفهمی که چطور نشته میشم. بله درست است. من وقتی استاد دیدم بار اول در دفتر
به خاطر که بر ثابت کرده باشم بسیار گستاخانه رفت و نوشته خود آوردم گفتم استاد ببینید من خطات هستم ولی خطات نیستم استاد معذرت میخوام خواهش میکنم شما اصلا خطتان فوق العاده است خواهش میکنم و یک رابطه هم داره استاد با شعر هر قدر شعر ظریف‌تر باشه میتونه الهام ظریف‌تر داشته باشه در نوشتن اصلا کسی که خط میکنه ناگزیر مواد خامش می شعر است نوشته میکنه باز از میان شعر تو کل چیز انتخاب میکنه کلمات داشته باشه با هم خانش داشته باشه اما هماهنگی داشته باشه یک طرح زیبا بده شعر سعدی خوب باز عاشقانه است خوب کلمات عجیب و چیز ظرافتای بسیار خوبی داره این کشیدهش سعدی میگه عالم همه به منظر زیبا نظر کنن ما را نظر به قدرت پروردگار اوست بسیار عالی ز دستم بر نمی خیزد بله که یک دم بی تو بنشینم این موقعیتایش استاد دمی تر شامل میشه دیگه بله. دال در کجا بیاد جای بیا که باید متوازن شعر درست بیا شما از بینی وقت تکمیل شه میبینی که انتون خلا و خالیگاهش پر شده درست درست این که یک دم که یک دم این مخصوصا رادی نشته میکنه و یکی از گاهی وقتا استاد به پنسل طرح میشه باز نه نه تو باز نو کسای نوکارا باشی ولی باز ما میکنیم یگان گپای طرح باشه بخاطر که احتیاط بیشتر شده و یگانه ممیزه خاص ما در خطی است که بسیار با جرأت نشته میکنه این بسیار یک کرنبول که میزنم سابقه میزنم فکر نمیکردم مرکز ببرم تو حاکم و همه ترام میشه همه ترام میشه بعد میخواد که میتونه بشینه من هیچ کس دیگه فکر نمیگم معرفی من میتونم شعر وارد نشتم میگم بسیار باجوره میگم میاد خب ما را این نظر نمیگیرین استاد یک خطا دیگه میجه شیته پیش ریتان اینا رو به خاطر کش نمیکنم که هیچ چون دست ما میاد کش کنه بس نقطه‌اشم ندادین استاد آها نقطه‌رم پسند میده که یک دم بی تو بنشینم این هر حرفم یک طراحی خاص داره استاد نه یارا خو یای کشیده هم نشته میکنن گاهی آه جای ضرورت به تو قسم گاهی نبودی قسم اینه میستخترین بخش خط نستری قسم فکر میکنم موزی باترینش بله یا و نون شما باور کنید من در زمان سابق سه مرتبه جایزه اول هم گرفته بودم ولی بعد از اون دو سال در سال 79 و 80 ما دو سال تنها کاسه نون یارا کار کردیم تو یاد گرفتیم دو سال مکمل دو سال. خب استادی که آسان نیست دیگه یک شاگرد ماست یک نون برشوشه کردم صبور نام دو علم شاید بشنوه گپ مرا گفتم چند سال بات یاد میگی گفتم دو هفته گفتم برو دو سال وقت این پشاور رفت پاکستان حالا 20 سال شده همه الان کسان شکنم بدون شکن نیدن ما نمیدونه کسی که خطات هم هست این ساده نظر میه ولی واقعا مشکل است مشکل است خب استاد بنویسید که دقایق برنامه ما در نهایت است که نمانه نیمه که باز میره میخوایم اتاق خودم بند کنم اینال از این شروع کردن استاد آه این بیر که بنشینم افته خط است که میجی باید به بالا این جین دیگه جای دست نمیده باید اوایی ببرمش این اردو آهنگ بسیار خوب داره دیگه دو تا کشیده داریم نه بله این نقطه بیست بنشینم بله اوف این دیدی که اشتباه کردن استاد یک مخططی کار نکده بود دیدین در جای میمین نقطه رو ماند ولی میمین کتا هم داریم همطورش هم بشه جایی یک آرایش دیگه عالی یعنی شد جایی نیست ای بغل میتیم برنامه خیزد عالی این تکمیل شد اگر بسیار تشکر استاد خب رنگش مشکل پیدا نمی کنه نه؟ این انشاءالله زیاده گه چی نگه من میخوایم به روبروی کامرا بگیرمش بله بر استاد کف بزنین ز دستم بر نمی خیزد ز دستم بر نمی خیزد که یک دم بی تو بنشینم
با جز رویت نمیخواهم که روی هیچ کس بینم. بسیار عالی استاد، یادگار بسیار فوق‌العاده عالی و خوب از دست شما. بسیار تشکر از بیننده‌های خوب ما که تا حال برنامه ما رو دیدن و از دوستایی که تشریف داشتن در داخل صد در اینجا با ما. تا هفته بعد، خداوند یار و نگهدار همه ما.